یک آینه وحشتناک که میتونه شما رو تا مرز جنون پیش ببره. گلاسیا سلام. امروز می‌خوایم با هم دیگه فیلم آکیولس یا چشم رو ببینیم، محصول سال 2014 که نمره 75 راتن تومیتوز به خروج اختصاص داده. این فیلم در مورد دنیای وحشتناک آینه هاست، چیزی که بزرگترین فوبیای منه. قبلا در موردش صحبت کردم، لینک یکی دیگه از فیلم‌ها رو هم اینجا می‌ذارم، حتما اونم تماشا بکنید. دنیای آینه ها به نظرم خیلی عجیبه. حالا نمی‌خوام حاشیه درست کنم، ولی اعتقاد خودم همیشه این بوده که آینه یکی از راه‌های ورود به دنیاهای موازیه. دیگه حالا هر کسی یه طرز فکری داره، من همیشه به این باور داشتم. بریم با هم فیلمو ببینیم. حواسمون به اسپور کامرا صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم خواهر و برادری به اسمهای کایلی و تیمو میبینیم که وحشت زدن توی یه جایی خیلی تاریک وایسادن. یه دفعه کسی از دور میاد و سمتشون اسلحه میگیره و میریم به چند سال بعد. متوجه میشیم کسی که سمت اون خواهر برادر اسلحه گرفته بود خود تیم، یعنی همون برادره بوده، منتها با سن خیلی بالاتر. الان هم داره این قضیه رو برای کسی تعریف میکنه و توی تیمارستان روانی بستری شده. الان هم داره این قضیه رو برای رئیس تیمارستان تعریف میکنه و بهش میگه این دفعه بعد از چندین سال برای اولین بار توی این کابوس خودم و جای پدر دیدم که اسلحه رو سمت من و خواهرم کشیده. بعدم همراه رئیس تیمارستان تو جلسه ای از دکترهای مختلف شرکت میکنه و رئیس تیمارستان میگه بالاخره قراره تیمو آزاد کنیم، چون بعد از این همه سال انگاری درمانمون تاثیرشو گذاشته و دیگه توهم نمیزنه که پدرش بلایی سر کسی آورده. همزمان با آزاد شدن تیم میریم پیش خواهرش کایلی. اونم حالا بزرگ شده، یه نامزد داره و داره توی جلسه مزایده شرکت میکنه. مزایده ای برای اجناس خیلی قیمتی و قدیمی که یه آینه عجیبم اونجاست و همه حاضرن پول زیادی براش بدن. البته که ترک کوچیک پایین آینه خورده و کایلی خیلی عجیب به این آینه نگاه میکنه. دوباره برمیگردیم پیش تیم. در حالی که داره لوازمشو جمع میکنه، به رئیس تیمارستان توضیح میده که قراره بره پیش خواهرش زندگی کنه، چون خواهرش یه آپارتمان براش گرفته و قراره کلا این پسر رو سر و سامون بده. البته که دکتر بهش میگه باید خیلی مراقب باشی، خواهرت با اون اتفاقاتی که برات افتاد و گذشته دردناک در ارتباطه، برای همینم هم ممکنه تو رو سر همون مسیر ترسناکت برگردونه. اما تیم میگه که نخیالتون راحت باشه و حواسم هست. بالاخره میره بیرون با خواهرش روبرو میشن و خیلی خوشحالن که دارن دوباره همون میبینن. به رستوران میرن و صحبت میکنن که کایلی پرونده عجیبش در میاره. به تیم میگه بالاخره پیداش کردم، وقتش که به قولی که دادیم عمل کنیم، باید بالاخره اونو نابودش کنیم. تیم یکم به هم ریخت و میگه داری در مورد چی صحبت میکنیم. سکانس بعد به 11 سال قبل میریم، جایی که تیم و کایلی همراه پدر و مادرشون به خونه جدیدی نقل مکان کردن. لوازمو میچینن و میبینیم پدر یه اتاق کارم توی این خونه داره. یه آینه هم براش میارن که همون آینه خفن و سلطنتی هست که دیدیم داشتن به مزایده میذاشتنش. این آینه تو اتاق کار پدر قرار میگیره و همسرش هم میگه اول دودل بودم، اما واقعا خیلی قشنگه و آفرین که همین چیزی رو برای خودت خریدی. همین شب که پدر میره تا از آشپزخونه آب بیاره، یه دفعه زن وحشتناکی رو گوشه ای اتاق میبینه. چراغ روشن میکنه و میبینه اونجا همون آینه ای هست که خریده و هیچ کس دیگه قرار نداره. دوباره میایم به زمان حال. تیم و کایلی به هتل میرن که خواهرش براش رزرو کرده. کایلی میگه ولی قول داده بودی هیچ وقت اون قضیه رو فراموش نمیکنی. تیم میگه اون موقع خیلی کوچیک بودم، اصلا یادم نمیاد در مورد چی صحبت میکنه و نمیخوام بهش فکر کنم. کایلی هم میگه چه با من بیای چه نیای، من فردا میخوام اون کارو انجام بدمش، ولی خوشحال میشم کمکم هم بکنی. همین شب کایلی کنار نامزدش خوابیده که یه رفعی با صدای چند تا سگ از جاش میپره. اتاق میاد بیرون و میبینه همون آینه عجیب تو خونه آویزون شده. میره طرفش و یه رفعی از پشت سرش پدرش رو میبینه که میاد سمتش. پدر گردن دختر رو میگیره و میخواد خفش کنه که کایلی فریاد میکشه و میفهمیم همه اینا یه کابوس بوده. نامزدش هم میگه چی شد، دوباره همون کابوس همیشگی رو دیدی؟ که کایلی هم میگه آره. روز بعدی کایلی به محل کارش میره که میفهمیم وظیفه همین برقراری مزایده ها رو دارن. الان هم همون آینه که به مزایده گذاشته بودن توی انبارشونه. کایلی میگه که من اومدم تا آینه رو ببرم برای تعمیر و اون قسمتش که ترک خورده رو درست کنمش. امضاهای لازمم میگیره و در همین حال میره جلوی آینه. یه لحظه میبینیم پشت سرش سه تا وسیلن که یکیشون انگاری حرکت میکنه. کایلی رو به آینه میگه چیه، منو هنوز یادته؟ برمیگردیم پیش تیم. داره با خواهرش تلفنی صحبت میکنه و حالا میفهمیم دلیل این که توی تیمارستان بستری بوده گرفتن جون یه انسانه، اونم فقط وقتی که 10 سالش بوده همچین کاری انجام داده. خواهرش هم دوباره بهش زنگ زده و داره میگه که باید بیای اون کارو با هم بکنیم، من بهت نیاز دارم، یه قولی بوده که از همون اول به هم دیگه داده بودیم. دوباره برمیگردیم به 11 سال پیش. بعد نقل مکان به خونه جدید کم کم اتفاقای عجیب میافتن و مهمترینشون خوش شدن ناگهانی همه گیاهای تو خونه است. یه روزم که کایلی و تیم دارن بازی میکنن، کایلی تو اتاق کار پدرش زن رو میبینه که پشت سر اون وایساده، اما وقتی که برمیگرده اون زن ناپدید میشه. میرن سر میز شام و رفتار پدر رو میبینیم که خیلی از قبل عجیب تر شده. حتی شروع میکنه به خوردن ناخون خودش و انقدر این کارو انجام میده که تقریبا به گوشت دستش میرسه. بعدم که میره دستش رو ببنده، کایلی بهش میگه بابا اون زنه کی بود امروز تو اتاقت؟ بابا هم میگه که هیچ کس اونجا نبودش و مادر یکم این قضیه مشکوک میشه. دوباره میایم به زمان حال.
تیم قبول کرده به خواهرش کمک بکنه و دو تایی به همون خونه قدیمیشون میان. کایلی یه سگم همراهشه و میگه که این خونه رو وقتی به مزایده گذاشته بودن تو سن 18 سالگیم تونستم بگیرم فقط برای همچین روزی. بعدم میرن و آینه ای که الان خواهر همراه خودش آورده رو میارن داخل. لازم بگم اسم آینه در اصل لیزر گلس یا شیشه لیزریه. اونو به اتاق کار قدیمی پدر میبرن و میبینیم که اینجا پر از کامپیوتر و لوازم مختلفی که از قبل کایلی هماهنگ کردتشون. بعدم به تیم میگه که اگه دوست نداری اینجا باشی کاملا درک میکنم ولی من باید این کارو انجام بدمش. تیمم میگه که نه فعلا میمونم ولی شاید اگه جایی به بعد نتونم تحمل کنم. کایلی دوربین رو روشن میکنه و شروع به صحبت میکنه. اول میگه که توی اتاق چند تا ساعت مختلف گذاشتم که آلارمشون تنظیم شده و زمان ناهار و شام و اینجور چیزا رو اعلام میکنن چون ممکنه که زمان رو از دست بدیم. بعدم میگه که چیزی رو گذاشته که دمای خونه رو کاملا در نظر بگیره و در آخرم این که دلیل اصلی این آزمایش ثابت کردن اینه که آینه لیزر گلس یا همین آینه سلطنتی یه راه بین این دنیا و دنیای ماوراء طبیعی است. اینم میگه که نامزدش قراره هر یه ساعت یه بار به زنگ بزنه حالشو بپرسه تا موقع مشکلی پیش نیاد. حالا شروع میکنم بهشون دادن یه سری عکس و پرونده از کسایی که قبلا صاحب لیزر گلس یا همین آینه بودن. کسایی که همشون به طرز عجیب و غیر قابل باور جونشون رو از دست دادن. یه سریاشون به خودشون آسیب رسونده بودن، یه سری روانی شدن و بعضیام که اصلا معلوم نیست چه بلایی سرشون اومده. نکته دیگه هم اینه که همشون کاملا لاغر بودن و انگاری اصلا نمیتونستن غذایی بخورن. یکی از آلارما به صدا در میاد و میرن ناهارشون رو بخورن. اینجا با هم دیگه صحبت میکنن و تیم میپرسه اصلا برای چی میخوای این کارو انجام بدی؟ به کی میخوای این آزمایش رو ثابتش کنی؟ کایلی هم میگه به همه اونایی که به تو و پدرمون انگ قاتل بودن زدن. بعدم برمیگردن به اتاق کار و کایلی قضیه خانواده خودشون رو توضیح میده. متوجه میشین پدر این دو نفر به شکل دردناکی مادرشون رو اذیت کرده، شکنجه کردتش و در آخر هم جون اون رو گرفته. تیم دیگه کلافه میشه و میگه تو دیوونه شدی، فقط داری توهم میزنی و میخوای چیزهای الکی رو ثابت بکنیشون چون نمیخوای با حقیقت کنار بیای که پدر ما یه روانی بود و اون کارها رو انجام داده. بعدم میره سمت آینه و میگه الان میشکونمش تا همه چیز تموم شه. کایلی هم میگه که تو نمیتونی این کارو انجام بدی، این آینه کلا از آسیب آدمها در امانه، خودت هم میدونی با هم که تجربه کردیمش. اما تیم همچنان نمیخواد اینو باور کنه. کایلی به دستگاهی که رو سقف اشاره میکنه و میگه من اینو برای همین ساختمش، میخوام آزمایشمون رو روی آینه شروع کنیم و اگه هر 30 دقیقه یه بار این تایمر رو فعالش نکنیم دستگاه گرافیکی روشن میشه و میزنه آینه رو میشکنتش، اینطوری میتونیم کاملا از بین ببریمش. باز برمیگردیم به زمانه گذشته. پدر تو اتاق کارشه و چسبی که به انگشتش زده انگاری خیلی داره اذیتش میکنه، اما هر کاری میکنه نمیتونه اونو باز کنتش. سعی میکنه با یه منگنه کش این کارو انجام بده که یه رفعی تو انگشتش فروم رو خیلی بدتر از قبل زخمی میشه. ساعتی میگذره و وقتی دوباره به اتاقش برمیگره میبینه همه کتابهاش رو زمین پشت هم دیگه چیده شدن. سری تیم و کایلی رو صدا میکنه و میگه کدومتون این کارو انجام داده و اینطوری گند زده به اتاق. بچه‌ها میگن ما هیچ کدوممون این کارو نکردیم ولی خب پدر باور نمیکنه. برمیگردیم به زمان حال. کایلی همچنان داره توضیح میده و میگه این آینه از قدرت تمام موجودات زنده تغذیه میکنه، برای همینم گیاها از بین میرن یا حتی به حیوانا آسیب میرسه و برای همینم این سگا هم رو هم آوردم. تیم بازم باور نمیکنه، میگه 11 سال پیش به خاطر رسیدگی کم به گیاها بود که اونا از بین رفتن، هیچ ربطی به این آینه نداشته. کایلی هم میگه اینو بهت ثابت میکنم و بعد اینکه سگو جلوی آینه میذاره پارچه‌ای روش قرار میده. به توضیحات آینه اینو اضافه میکنه که قدرت ماوراءطبیعی زیاد این آینه تمام انرژی های برق دوربرم از کار میندازه، برای همینم من کلی باتری و جنراتور اضافه آوردم تا هیچ مشکلی برامون پیش نیاد. رو به دوربینم میگه من مطمئنم میتونم با این چیزهایی که فراهم کردم ثابت کنم این آینه عادی نیست. دوباره میریم به گذشته. رفتار پدر خیلی بد شده و همش دعوا راه میندازه و یه بار دیگه کایلی به مادرش میگه که همون زن غریبه رو دوباره تو اتاق پدر دیدم. این بار بین پدر و مادر یه دعوای شکل میگیره و با هم بحث میکنن. روز به روز فاصله خانواده بیشتر میشه، مخصوصا پدر و مادر که همش دارن دعوا میکنن و مدام سر هم دیگه داد میکشن. یه روز رفیق مادر رد میده، میاد سمت کایلی و تیم و انگار میخواد تیمو خفش بکنه. البته پدر به موقع سر میرسه و مادر رو کنار میکشه و مجبور میشه اونو تو اتاقی با زنجیر ببنده تا این موقع آسیب به بقیه نرسونه. چند روز دیگه هم میگذره تا یه روز که تیم و کایلی میرن دم یخچال میبینن دیگه هیچی ندارن. برای همینم هم میخوان برن به پدرشون بگن که خرید کنه، اما پدر جوابی نمیده. میرن از مادر کمک بگیرن و تازه میبینن که مادر چجوری به زنجیر بسته شده و رفتارش چقدر شبیه روانیای جن زده است. این دیگه خیلی میترسوندشون
اون دوتایی میرن بیرون و سعی میکنن از یکی از همسایه ها کمک بگیرن، ولی وقتی جریان رو بهش میگن این همسایه کلان توجهی نمیکنه و میگه دارید الکی میگید، بعدم تنهاشون میذاره. این دوتا برمیگردن داخل، زنگ میزنن به پلیس تا حرف بزنن و دوباره صدای همون همسایه رو میشنون، انگاری به هر کسی که میخوان در مورد این قضیه خبر بدن در نهایت همین مردی که جوابشون رو میده. امشب اتفاق بدتری میفته، پدر مادر رو آزاد میکنه، دوتایی میان به اتاق دختر و پسر و یه رفعی مادرش شروع میکنه به خفه کردنشون. اما لحظه آخر که داره کایلی جونش رو از دست میده، یه رفعی به خودش میاد و میگه دارم چی کار میکنم. اینجاست که پدر میاد جلو و اسلحه‌شو سمت مادر میکشه و با شلیک گلوله جونش رو میگیره. دختر و پسر هم سریع از اتاق فرار میکنن، میرن به اتاق کار پدر، در رو قفل میکنن و حالا میخوان این آینه وحشتناک رو بشکننش. اما هر چی که ضربه میزنن اتفاقی نمیفته و یه رفعی به خودشون میان و میبینن دارن به اطراف آینه ضربه میزنن، انگاری اصلا نمیذاره که بیان جلوش. پدر میاد تو اتاق، اسلحه‌شو سمت تیم میگیره و یه رفعی کار عجیبی رو انجام میده، اونو میده به تیم و در حالی که سمت خودش نشونه گرفته مجبور میکنه که ماشه رو بچکونه و اینطوری جون خودش رو میگیره. البته که گلوله به آینه هم میخوره و قسمتی از پایینش که دیدیم ترک خورده رو به وجود میاره. لحظه آخر پدر به تیم و کایلی میگه سریع اینجا برید و خودتون رو نجات بدید. وقتی این دختر به سر برمیگردن کلی زن وحشتناک رو میبینن که بهشون زور زدن و صداهای عجیبی از خودشون در میارن و قدری که گوش این خواهر برادرم به شدت تیر میکشه. حالا پلیس ها سر میرسن، با دیدن اسلحه فکر میکنن که تیم کارو انجام داد و میبرنش به زندان. کایلی هم میفرستن به یتیم خونه و اونجا دیگه بزرگ میشه. میبینیم که تیم در حالی که داره به سمت زندان میره یه لحظه روح پدر و مادرش رو میبینه که دم در وایستادن و دارن نگاهش میکنن. میایم دوباره به زمان حال، این بار خواهر برادر متوجه میشن که تمام گیاها خشک شدن، میرن فیلم ها رو چک میکنن و میبینن واقعا در عرض چند ثانیه یه دفعه انگاری همه گیاها انرژیشون رو از دست دادن و نابود شدن. سگی هم که تو اتاق بود ناپدید شده و نمیدونن چه بلایی سرش اومده. این باعث میشه که باور تیمم به این آینه برگرده. دیگه انرژی آینه رو خودشون هم تاثیر گذاشته و حالا هوا تاریک شده و یه لحظه کایلی توهمی میزنه که مادرش جلوشه. مادر داره سمتش میاد و میخواد بهش حمله کنه که کایلی میترسه و با چاقو بهش ضربه میزنه. وقتی به خودش میاد میبینه نامزدشه که به زمین افتاده و به شدت آسیب دیده و جونشو داره از دست میده. با همون نفسهای آخر میگه که دیدم جواب تلفنم و نمیدی و نگران شدم، اومدم بهتون تو این خونه سر بزنم و بعدم از دنیا میره. تیم سری میدوه بیرون تا زنگ بزنه به پلیس و آمبولانس کمکی بگیره، ولی کسی که اونور خطه همون کسیه که تو 11 سال پیش جواب تلفنشون رو میداد. کایلی هم صدا رو میشنوه و هر دو خوشگشون زده. در همین حال هم وقتی که داخل خونه رو نگاه میکنن میبینن خودشون جلوی آینه وایستادن، انگار یه همزادی از خودشونه. دوباره برمیگردن داخل و اینجاست که یه دفعه سر و صداهای عجیبی میاد و از وحشت مجبور میشن جدا بشن. در حالی که تو خونه سرگردونن هر دو خودشون رو تو همون سن 11 سال پیش میبینن که دارن انگار از چیزی فرار میکنن و مجبور میشن تمام اون لحظه‌های وحشت نکرو دوباره تجربه کنه. حالا صدای آلارمی میاد که کایلی از قبل تنظیم کرده بود و یه دفعه تیم چشماشو باز میکنه. میبینه اینا توهم‌هایی بودن که توسط آینه شکل گرفتن و در واقع توی اتاق کار پدره که بیهوش شده. این در حالیه که کایلی هم توی توهماتش داره مادرش رو جلوی آینه بلومنگاری داره سمت اون قدم برمی‌داره. تیم تصمیم میگیره قبل از اینکه آینه به هیچ کدومشون آسیبی برسونه اون از بین ببرتش. دکمه دستگاهی که رو سقف تنظیم کردن و فشار میده. حالا به جلوش نگاه میکنه و میبینه دستگاه به خواهرش برخورد کرده. اونو با آینه قفل کرده و داره جونشو میگیره و هیچ بلایی سر آینه نیومده. سکانس آخر فیلم میبینه مأمورهای پلیس سر رسیدن. حالا سکانس‌های از 11 سال پیشو الان همزمان با هم دیگه میبینیم. تو هر دوی این زمان‌ها مأمورهای پلیس دارن تیمو با خودشون میبرن. تیم میگه به خود من کاری نکردم، همش تقصیر آینه بود، ولی هیچ مأموری باورش نمیکنه. در حالی که مأمورها دارن میبرنش، تیم توی خونه خودشون این بار روح پدر و مادرش در کنار کایلی رو میبینه که بهش زل زدن و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. امیدوارم اگه ویدیو رو لایک نکنی امروز که رفتی جلوی آینه خودت حرکت کنی ولی تصویرت ثابت وایسه. پایان معنی این فیلمو میتونیم به دو شکل در نظر بگیریم. اولش این که خب ما داریم در مورد فیلم ماوراءطبیعه صحبت میکنیم، آینه واقعا حالا تسخیر شده است، قدرت خاصی داره هر چیزی و آدم ها رو تا جنون پیش میبره و هر کاری دلشون بخواد باهاشون انجام میده. شکل دومم اینه که اصلا آینه قدرت خاصی نداره. ما داریم با یه خانواده برخورد میکنیم که همشون مبتلا به شیزوفرنی ان، این بیماری خیلی حاد که باعث میشه طرف چیزهای مختلفی از جمله شخصیت‌های مختلف رو ببینه و باهاشون صحبت بکنه. اتفاقی که اول اصلا برای پدر این خانواده و مادرشون افتاده بود. هر دوشون کم کم این رفتارها رو خودشون نشون دادن تا مرز آسیب رسوندن پسر و دختره رفتن و داستان اونا تموم شد. رسید به دختره که توی تنهایی خودش انگار این بیماری هی براش داشت تشدید میشد و خیلی بیشتر داشت بهش فکر میکرد. از اون طرف خود پسرمون یعنی تیم رفته بود تیمارستان و مورد درمان قرار گرفته بود. برای همینم این قضیه انگار
زنده بیرون اومد، دیگه آسیبی ندیده بود، تا اینکه دوباره با خواهرش کایلی برخورد کرد. وقتی با هم دیگه به خونه رفتن هم باز تیم باوری به این قضیه نداشت، اما از لحظه ای که باور پیدا کرد که شاید واقعا این آینه ای قدرتی داره، دیگه از اونجا بود که همه چیز انگاری برای تیم شروع شد. تفاهم‌ها شروع شدن، کارهای وحشتناک انجام داد، آخرش هم که دیدیم چیکار کرد. اگه بخوایم باور اول رو نگاه بکنیم، خب طبق معمول با یه آینه ای طرفیم که انگاری یه دنیای دیگر داخل خودش داره و میخواد آدم‌ها یا موجودات زنده رو به درون خودش بکشه. برای همین هم به گیاه‌ها، حیوانات، آدم‌ها و همه چیز داره آسیب می‌زنه. باور دوم رو در نظر بگیریم، خب به نظرم یه مقداری با منطق فیلم بیشتر جور در میاد، به خاطر اینکه ما داریم رفتارهای مختلفی رو از همه این خانواده می‌بینیم که همه‌شون انگار یه بیماری روانی دارن. به هر حال شما هم کامنتتون رو بذارید ببینیم که کدوم به نظرتون باورپذیرتره. خلاصه که بازم میگم دنیای آینه‌ها به نظرم خیلی عجیب غریبه و از قدیم الایام، از بری به هزاران سال پیش توی افسانه ها و این چیزها میبینی که همشون یه ربطی به آینه داشتن. یکی دیگه بازی های ترسناکی که خیلی ها انجام میدن بازی ولادیمیریه که میگن باید بری جلوی آینه سه بار کلمه ولادیمیری رو به زبون بیاری و بعد از اینکه یه خم به خودت سول بزنی یه رفعه چراغ خاموش میشن، ولادیمیری ظاهر میشه و اینجور داستانا. به هر حال حرفم اینه که سالهای سال از زمان ساخت آینه دارن در مورد این داستانا حرف میزنن و من همیشه به این باور دارم که تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. حالا دیگه شما هم بنویسید نظرتون. امیدوارم خوشتون اومده باشه، پیشنهاداتون رو حتما بنویسید، سعی میکنم همه رو انجام بدم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. آخر هفته خوبی داشته باشید، روزتونم گلسی.